شاعر چی میگه که آه. میگه حالا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اونجا نه حالا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اونجا نه بیا بیا بیا, بیا با من باش و تمام لحظه های من باشو چه کنم که بی تو دلتنگم بیا 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 دیگه باش و حالا ویدیو رو برداشت تو همش میگی دلکنن از تو چقدر راحته، بگو 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 مگه مگه با کی هستی دل کوچیک تو بکی بکی بستی تو که عاشق من بودی منو دوست داشتی آره چی شده و تنام گذاشتی حالا بیا اینجا بیا اینجا <تصح> همه امروز هم. شعر یادت نره دادیم <تصح> دسته چی شده؟ این کاره که خود کارو میکنه <تصح> زیر دسته قرمز شده نون زیاد خوردن البته <تصح> برای سهری <تصح> خب آماده ای ایزان یوتیوب من امروز دوباره براتون گوفی گوفی آوردم گوفی و دوستان جا؟ اونک نیست یه نه عالیه من بر برای چی روشن کردی؟ شما ضعف کردیم بیرون 18 درجه است چی روشن کردیم؟ کوله رو داره بادش میاد ما روشن نه این ك... تهویه است نه روشن کرده باعت. نه نه روشنه روشن باد بود داره میاد ولی قبلش اینجوری نبود الان یه سرد شد نه شل کنسرو کن شل هیچ دستی به هیچ یه قسمت از درآمد تو دیگه میذاری واسه تیشرت های آره دیگه به خاطر اینکه خیلی بچه‌ها دوست داشتن لذت برده بودن و اینا گفتیم که یه مقداری از تیشرت های چی آقا کارون شاد دیزنی و شاد گوگلی استفاده بود دوباره همه تیره تیره بوجودیم ولی خب چه خبر سلامتی یکم بدنم سوسه سوس سوس ماس <laughs> <laughs> والا سوس منم <laughs> ساوند مایندم ساوند نبود <laughs> سوس میشه آره سوس میشه <laughs> چه خبر چیکارا کردی هفته چطور بوده بررسی میکردی چقدر از این لغت ساوند امروز ما استفاده کردیم بله بله بفرمایید ساوند گود هفته چه جور بوده چه جور بوده هفته اوکی بود خدا شکر خب فرض جو شما چطور نه اینو بذار بگم بگو من یه باغچه کوچیک توی بارکنمون رو انداختم یه بت نشون تو کوچیک می یادی چی بیفتم مثلا تو شیراز کسایی که می‌خواستن تواضع داشته باشن و اینا به باغ گفتم باغچه گفتن یه ای داریم ما داریم میریم از بهش یه سری بزنیم, بزنیم. دارم با مثلا با هفت گونی پرتقال برمیگشتن اینم آلوچه او الان فصل آلوچه است آره بهار بحار نارنج بهار نارنج, نارنج. نشیراز که آره ولی کلا در سر سر ایران زنده باشی. چغال اینا آ اینو میگفتم اه این باغچه رو درست کردم و اینا بعد هفته پیش تو یه گروهی داره محله ما تو فیسبوک بعد یه خانومی گذاشته بود که یه خو... آ... داری همچین چیزی؟ ساختمون تو گروه م... داره فیسبوک نه یه اپلیکیشن اپلیکیشن آره, اره. نکسور یه هم چیزی خب زده بود که آره یه سری درخت گیلاس تازه رو اومدن حرس کردن آه. و چه کار بعدی و اینا لطفاً که میتونین برین از بقایایش استفاده بکنین منم سری خودم رو گذاشتم اونجا و چند از بهترین شاخه ها رو انتخاب, انتخاب کردم انتخاب و. کردم آره اوفه بچه ها آیلیه ایمان و فرزاد چرا؟ خسته این خسته این؟ نه ما آماده این دیشب نخوابیدید خوب ما اگه خسته نجار ساد خوابیدم گوش بدین آقا شار خوابیدم تا هشت دیگه پنج؟ آره دیگه اخه بعد خونه رو تمیز کردم اون موقع صبح خب بعد از اون رفتم خون دادم حالا توضیح میدم پرسش خیلی اتفاق باحالی افتاد سایات آره خلاصه چی این یه سه شاخه درخت بردم زدم تو آب و تو تراس و خیلی این واقعا باغ شده بود بعد باد اومد هفته پیش باد, بد داشتیم بعد یه اومدم تو حال دیدم اینجا شده طویله همه چی تو در و دیوار گلا رو زده بود زیره. اون نشونده اون عکس به بعدش بدتر شد این خیلی دلم شکست و ناراحت شدم و اینو دیگه عین پیرمرد شروع کردم اینا رو جمع کردن و بردن پایین و باغچه‌مو یعنی قبلش که کاشتی این پیرمرد نبود اون کاری که همه جا اون کاری که زانو میزنن و دیگه مثلا به گند کشیده شده صورت روزمره ما رو, روز رو باغچه‌مون کار می‌کنیم خیلی حال میده ولی من هفته پیش خیار کاشتم تخم خیار گرفتم قرار خیار ارگانیک بدم بخور حتی این چیز بذر محبت تو ایران تو زندگی بود و <laughs> <laughs> چقدر دست کار. بقا... چجوری بعد از ازدواج شدم دست بکارشش خوب میشه من oh, قبلش هم oh دو بودم باید work from home دیگه <laughs> <بالنی> تو خونه یه باقجه واقعا نیست اینکه داریم درسته <laughs> <laughs> کاریم من امروز صبح رفتم رفتم خون بدم بعد خب اینطوری که تایمیه مثلا زمان من نهانیم بود منم دقیقا نهانیم رسیدم آدم شیاط بعد یه صف بودم هنوز باز نکردین نفر اول نه و نیم بود در هنوز باز نکرده بودم بعد یه مثلا سه نفر وایستاده بودن و اینا مثلا سفتور وایستاده بودن ولی اینطوری نبود که مثلا فقط یه ورودی داشت یه در خیلی بزرگ من رفتم اون ورش وایستادم و یه خانوم ایرانی توی کرد که There is a line here سنگاز هم اومدی سنگاز من اومدی سنگاز هم اومدی سنگاز هم اومدی سنگاز ساری بعد رفت آقا و اینا وایسا دارن ببین 30 ثانیه نشد خانمه از در اومد بیرون ایمان گفتم یه اینجوری به چگاه کردم و رفتم تو دستشو بگیرم من میدونم من بچه‌ام انتقال خونم من تو انتقال خون به دنیا اومدم. من میفهمم این پرسه ها رو. خیلی تو خون دادی. خیلی شانس آوردم ولی اگه واقعا خون منو میرفت تو خیلی بد میشد. <تصفح> شرفم میره. آره خواسته رفتیم ولی چیزمون خیلی ریلکس بودن کلا. بس یاد جالب به ماسک خودیتون هم نمیتونید برید. تو حتما به ماسک اونا بهتون میدن بزنید. خوبه دیگه منطقیه. نه جالب بود برام. من گفتم من خودم ماسک دارم. گفت نو. بعضی چنگک ها برداشتن به و اون که فقط به ما مرغ داده بود الان دیگه امروز ما اینا. کار خوبیه منم قرار تقریبا دو سه هفته دیگه برم برای دفعه اول خون بدم همه خونده های جان شدن بازم, بازم جای شکرش باقیه این کلمه تو استرالیا میتونستی پلازما اینجا خیلی کمه اینجا یعنی مم. اونجا خیلی ببین اونجا مثلا مرکز اهدای خونش وسط شهر خیلی خفن بود اینجا مثلا موقعی که تموم میشه به آب میدن آره فوقش <تصفح> دیگه خودتو بکشی دوتا آب بتین یکی کوکی چی؟ آره آره آره, آره اونجا میلک شیک درست میکنه مجونای چیز هست مثلا مثل تو ایران آیس بود دستگاه اینا دارم مثلا بارتندر داره آره قشنگ اونجا بعدش بهت میرسن یعنی ما بر راه رو میرفتیم اونجا میرفتیم یه پلازما میدادیم یه دو سه تا میلشیک و پیتزا اینا اصلا یه چیز عجیب بود ببین چه اونجا بود. <تصفح> باید حتما یه کل 5 لیتر خون داده روانه شو خدا زندگی میشه حالا حالا گوش بده حالا رفته بودیم اینا بعد با همکارا میرفتیم و من اینطوری بود که مثلا با این گروه میرفتم مثلا لیگالش اینه که تو هر دو, هر دو ماه میتونی خون بدی مثلا با یه سری همکارام این دو ماه میرفتم بعد دو ماه میشد با یه سری دیگه میرفتم و اینا اینا بینش فاصله میداختم ولی من با تمام گروه های مختلف <تصفح> مثل تور <تصفح> <ایمید شایدی دیگه. تصفح> لیدر میرفتم خون میدادم بعد دیگه دیروت سلام مثلا یه بار پنجمی که میخواست این اتفاق بیفته دیگه ضعف کردم یعنی دیوید که دیگه همه خونم کشیده شده بود و اینا دیگه مشکل به وجود اومد و اینا بهشون گفتم یعنی قطع کردم میکشه هم امن <applause> وقتی برگشتی به ونکوور آره آره. آره. هم میرفتی پشت اصلا با اون خون دادنه اومده بودی با حاله خیلی خیلی, خیلی, بحالی. خیلی کار با حالیه من خیلی آخه آمارشو حالا براتون موقعی که خون میدی آمارشو براتون میفرستن که مثلا چند درصد کانادایی ها همچین اونی وجود داره و مثلا چقدر به این نیازه فکر کنم به مثبت 7 درصده یه هم چیزی تو به مثبتی آره با اون کمه آه. کمترینش آه. ب... نه نه کمترینش کم آ مثبت از هیچ نمیتونه بگیره مثلا نیم درصدی هم چیزاییه آره من به مثبت سومین رر ترین خون تو کانادا است قدیم چون... تو ایران رو ج... گواهی نامه می, می گروه خونی رو الان یا به مثبت هم یا منفی یه خاطره دیگه هم داشته از استرالیا و... در مورد اهدای خونه اینا اگه میخوای بگی جالبه روزنامه و اینا اخبار آها, آها. بار اول که خون میدی اینا چیز میکنن یه دونه مثلا چیز میفرستن بروشور میفرستن خونتون یه پکیج گندست و اینا من اینگه مثلا یه پمفلت که انگار مثل روزنامه چاپ شده بعد روش عکس تو که رفتی مثلا اونجا ازت عکس میگیرن میزنن روش بعد مثلا لوکال هیرو saved three lives مثلا یه مثلا یه قهرمان مثلا جون سه نفر نجات داد با مثلا اهدای خونی که کرد و جالب بودی دیگه بار اول که مثلا این گرفتم گفتم که آ چقدر باحال آدمو این میکنه آدمو تشویق میکنه ها. که بری هی کار تهیج 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 میکنه شما چه خبر؟ چیه چیزی شده؟ چرا ساکتی؟ دوست داری من نباشم تا کنارت باشه کی؟ کارون امروز روز خوشحالی شد آره آره تیممون برده خدا رو شد اومدیم سه یک برد آره من هفته پیشه شما اومدی یکی چقدر بود نه دیگه من در باز یکی یک یک شد ولی نه دیدی دو تا گل رو تو هیچ کسی من گل رو گل دیدم پیش تو پرانتزی چیز را جای کارون بگم و ورودش بفهم کارون یکی از معدود دفعاتی بود که درو با شوق و ذوق باز کرد و دوید <applause> یعنی من تا به حال ندیدم کارون بدوه یعنی دویدن کارون رو با باز نکرده بود آره اومد سراسیمه گفت بزن سه از سه بود خون قرمز تو رگاش خیلی باحال آره عشق شد در چشمانش دید اشتیاقی که پرسپولیس هم من اگه شما میدادید برای شما هم سینه خیز میدویدم ای وای خیلی چیزا میتونم بگم ولی صد درصد نیمانه تایز یا کنسل یعنی خیلی اون لبه های که نمیشه چیزی گفت چه خبر هفته شده بوده؟ من یه ترکت اسمی زدم برای اولین بار تو زندگیم من که رفت خونه جدید برنامه این بود که چون از خونم قرار بود کار کنیم یه میز خیلی بزرگی گرفته بودم چون که میخواستم دو تا مانیتور 32 اینچ بذارم روی اینا بعد میزه مثلا 160 سانت ارزش بود یه بخش خوبی از خونه سالون. رو آره دیگه خونه هم کوچیکه بعد یه مدت که گذشت من فهمیدم که من طرفدار دو تا مانیتور 32 اینچ نیستم چون خیلی مانیتورهای بزرگه تو هیچ شدوم مستقیم نگاه نمی کنی. یا گردن راسته یا گردن چپه درسته بعد یه مشکل دیگه هم که ایجاد میکنی بود که اینا رزولوشنشون با هم فرق داشت یکی م. فول اچ بود یکی 2 بود بعد این چشم رو اذیت میکنه من یادم یه بازی بود چشمم وحشتناک داشت چیز میشد اذیت میشد هی هم نمیدونستم چرا داره اینجوری میشه زود خسته میشد و اینا بعد کاری که کردم این بود که اون فول رو گذاشتم کنار شو کن با کیه کار کردم فقط خب اوضا بهتر شد و فهمیدم که یه مانیتور جوابه ولی یه مانیتور دیگه سفارش شدم یه 4 که این دیگه فصل خطاب بود بعد اون که رسید گفتم که من این میزه رو باید یه رد کنم بره بعد یادم افتاد که میز مال آیکیا بود یادم افتاد رو قبضه آیکیا نوشته شما تا 365 روز میتونید میز رو پس, پس, پس بدید گفتم بابا جهان اول و چه امکاناتی بعد میز رو باز کردم گذاشتم تو ماشین بردم آیکیا رسیدم نداشتم ولی چون توی کردیت کارتم بود بهشون نشون دادم راحت اصلا یارو سوالم نپرسی یه تیکشم اصلا مون تو ماشینم <تص> آدم جور یه پایه هنوز هست اگه میخوایم آره میزه رو پس دادم بعد قبلش یه صحبت با فراد کرده بودم فراد میخواست همین میزی که من داشتم و بگیری این میزایی بود که میرفت بالا میمد پایین دستی میرفت بالا میمد پایین ولی گفت اون روزی که رفته بود کوچیکش اصلا نبود آره سالت من قبلش حس کردم ممکنه همچین اتفاقی برام بیفته هیچ میزه رو پس دادم رفتم طبقه بالا میز کوچیک رو بگیرم نبود هیچ گفتینو خب نه نگفتم نه دفعه یعنی داش میرفتی گفتی که زده تو استاک نیست هفته پیش چه جوری میرفتی هیچ میزی نبود نه زده بود دلیور نمیکنه رفتم بالا اصلا هیچ میزی نبود هیچ میز درست حسابی نبود یه سری از اون دری هاشون بود گفتم کی میاد گفت دو هفته دیگه بعد دیدی یه میز خیلی معمولی چیز داره تو ذهنم بود که اون میز رو بگیرم سی دلار میز خیلی 30 دلار میز دارن میگیره آره میخواستم اون میزه رو بگیرم بعد تا دو ماه دیگه که میز مثلا اومد توی ساکشون برم اینو پس بدم یه میز دو دو ماه دو ماه دو هفته نیست اصلا میز نیست چون هم وقت آره میدونم آره دقیقاً کریپ دو put it in perspective. آره. بعد دیگه تو ذهنم بود می‌خواستم اون کار بکنم. اون میزه خوب اویلیبل بود نشستم اونجا گفتم مثلا سرچ هم مثلا توی کریگز لیست و اینا بزنم ببینم چه خبره سرچ کردم دیدم اوه یه میز هست نوشته که توی پکیج نو بعد مثلا انقدر داری میفروشی قیمتش هم مثلا در حد همون میزای آیکیو اونجا بود بعد به یارو ایمیل دادم بعد دیدم اون میز سی دلاریه نمیشه خیلی دیگه اون زایه است رفتم دوباره گشتم دیدم یه میز دیگه بود به نظرم خوب میومد گفتم حالا اینو میشه خرید رو کاغذ نوشتم به این یارو ایمیل داده بودم بعد رفتم پایین توی انبار دیدی اینا مثلا میگن برو راه روی فلان آره مثلا قفسه آره فلان آره. رفته بودم دم اون قفسه دقیقا وایستاده بودم که اون میزه رو وردارم دیدم این یارو ایمیل رو جواب داده داشتم ایمیل رو میخوندم و اینا گفته بود آره مثلا هنوز هستش میتونی بیای بگیری بعد همونجور که وایستادن دیدم دو نفر اومدن نزدیک من حس کردم که با این قفسه کار دارم من چیز چرخ و جابجا جا کردم اونجا برای اولین بار قفسه رو نگاه کردم دیدم از اون میزی که میخواستم بگم یه دونه مونده بود و اون دو نفر اون یه دونه رو برداشتن جای تو بودم برمی‌داشتم میگفتم ده میگیرم میدمش همونجا نه آخه دستم روش دیپس نذاشته بودم بعد هیچ اون میز رو هیچ میزی نبود خلاص ما رفتیم با اون طرف قرار گذاشتم رفتم میزه رو بگم تو پارکینگ مثلا سیف بی و همش اینجوری بودم که دیگه از خیلی سب یه چیزی میخری دستت به هیچ چی بند نیست یعنی yani طرف چرا ولی بند... هیچ این شمارش هم به من نداده بود دیگه من دستم به هیچی بند نبود بعد هیچی میزه رو گرفتم شماره ماشینشون رو ولی ورداشتم که اگه کرد من از دیتا بعدش دارم که شاید اوبر بوده باشه ولی خانم رفت جلو نشست فهمیدم که اتمنان اوبر نبوده و میزه اومدم به سلامتی بست کردم یه میز آخه چیکو چه تکس هم ندادی نه میز این چیزه این برقیه با موتور میره بالا بعد سیو میکنه مثلا تو چه طبقاتی وایسه و اینا الان میز کیا نه نه, آه. 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 بعد خیلی زیباست و اینکه کوچیکم از قشنگ یه مانیتور 32 روش جا میشه با لپتاپ و واضح جمعه جور نقلی خداشو ولی این که مثلا بعد 5 ماه من تونستم میز قبلی رو پس بدم یار یک کلمه از من سوال نپرسید چرا یک کلمه پرسید که چرا پس میدی چی گفتی گفتم بزرگه بگو اینو That's what بگو دیگه خب اینجا یه دونه ماکیلس کاتوشه بذارید خیلی خوبه دیگه از این اتفاقات اینا ما این نصیب نمودیم خواهش میکنم بفهم چون چگاه کنیم؟ مانیتور رو به ما رسید دیگه بله بعد دوره به ایمان برگشت اون یه چرخه زیبایی توش آره یه ترهی زدیم که هیچ اینجا بی نصیب نمونه به از فرزاد و کمپانی پول میزینار رو به شما میده میتونی از طریق کمپانی بخری من اینو شخصی خریدم چون خودم خیلی خوبه ولی مانیتور کمپانی چه آدمه خدا, روشار، خدا روشار. ما یه جایزیه میخوایم تهیه بکنیم یه کمپانی شما کمک از این جایزیه هم داره کنیم که برای کار لازمه مثلا صد در صد, صد در یعنی ایر فرایر برای چیز کافی نیست <leaksikenheit> برای یه اون تو کارمند چیز نیست تو چه خبر؟ منم همینی <meme> آره خونو گفتم دو سه تا چیز نوشتم می خوای دیگه بگم بگو بگو هفته ای که افتاده بود <applause> تقریبا 700 کیلومتر با موتورم گذروندم اوه 700 هفتت... کیلومتر یعنی روزی 100 کیلو آره چیکار کردی آهنگ همسفرو گذشت هر شوبه برگشتم رفتم وادم دانت آه, آه. میذاری آره تو یه چیز ایش می خیلی نویز کنسلیشن هم بذار تیچی نشده اون خطرناک میشه نه نه شاید سماکه من انقدر سر و صدا هست اونجا رو توی اون موقع اصلا دیگر یه مرد تنهای فرهادو بذار به روز رو موتور آخر اون میره تو رودخونه رودخونه نه هم رو تصادف میکنه میندازنش توی آشغال میخواین شروع کنیم من هم بذارم یه چند

سلام، اینجا خودی <applause> یه پادکست خیلی خودمونی من. من کارون هستم، دکمه ایمان رو زدیم خیلی باشال نمی‌کردیم در کنار تو شما سلام کنید، فرهاد و هستن سلام، سلام اینم هست خشنگ <applause> نشون دادی که توانایی این کار رو نداری توانایی چرخوندن <applause> 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 این پادکست رو ندارید چرا؟ نداری اولش خیلی, خیلی خوب بود نه اسکی زیاد نمیخواست من،, من انتظار داشتم که اورجینال باشه اوجی اوجی سلام ازای دلم سلام اشقا چطورید؟ خوبید خوشید سلامتین همشی خوب امروز اپیزود 278 ماست یکی دوشه بود آشه اینم که ایمان است. آره از همه من یک کامفرمیشن میگیرم یک کامنت خیلی خنده میاد واشتر سراسیرند تیبا وایر دیگه وایر شم وایر وایر تولد تبریک گفته بود یه جورم براتون بگی که دوباره وگشتیم با دو تا دیگه چه خبر؟ دیگه نمیشه دیگه اصلا بپرسم چه خبر ها رو هفته عالی مشتی هفته که نولید حس خوبیه این هوا که تغییر کرده من خیلیش میکنم حتی اگه ناراحتم باشم دوست دارم تو بهار و تابستون ناراحت بشم تا تو زمستون و پاییز او نه حال میده خدای کلی ناراحتی تو زمستون و پاییز آه یعنی مزیده بر علت میشه آره حاجی اصلاً،, اصلا حال حال ناراحتیه دپرشن و بعد تعداد افرادی که پاییز و زمستون رو میپرستن رو سرش رو میزنن زیاده پادشاه فصل ها خود من آره تو فصل عشق پاییز و بعضی ها میفهمن بعد بعدی با اون فستا با تو هم بد میشن اونا دیگه بهار چه فصلیه تولید مثل این مدت ایران ای بودی تمام گربه ها دو خیابون هر جا رو تو میکردی یه گربه داشت با یه گربه شهر میکشید ما اینجا خیابون هم نگیره توی چیز تو ریشان کبوتا رو نه نه گربه ببین این ما کلاسمون اینجوری که به ما پنجره کلاسمون فکر کن مثلا رو به این وکه سمت اینجا که دیوار تمام میشد برش سمت راستون یه باغ بود یه دیوار بود به در ارتفاع پنجره ما خب به زیر پنجره ما به ارتفاع مثلا اون رفتم بعد سر کلاس رو هم دینی بود قرآنی بود چی بود اینا دیدیم که یه صدای عجیبی داره بیرون میاد همه سرشون مرشن دیدن سه تا رفت رو افتادن بشون سه تا این اینقدر اون کلاس دیگه کلاس نشد اون کلاس همیشه دیگه partijا... نه 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 خنجری بود نه نمیدونم خلاص خیلی خنده بود یه بارم تو صف وایستاده بودیم رشاد بعد یه دونه اننمایی که داشتیم محصول آموزشی عظیما بعد بچه از بوده عظینا عظیما یعنی از عظیم میبرد؟ بله بله محصول آموزشی یعنی چی؟ نمیدونم دیگه بعد این عاشق این بود که مثلا فانی باشه آره و هوش و ذکاوت خودش رو به رخ مثلا بچه راه نمایی بکشیم مثلا اول سال قبلا فکرم گفتم این توی اپیزود توی اپیزود میرفتن سر صف بچه سال تحصیلی تمام شد بابا انمک ان باش هر سه ما سه سال عین سه سال این کار کرد چرا؟ به آخر سال میگفت یادتونه اون موقع گفتم سال تحصیلی تمام شدی چقدر زود گذشت بعد آره اون موقع مثلا ریموت استارت گرفته بود برای یه آردی یشمی داشت یه چیزی بود زنم بهش بگم چی؟ یارو یه دارم. ریموت استارت گذاشته بود روی آردیش بعد مثلا اون وقت نبود دیگه این چیزا بعد مثلا از اتاقش ماشین رو استارت میزد وقتی <تصفح> که مدرسه تعطیل شده بود <تصفح> ماشین گرم میشه آره بعد یه بار این با بازی بود سر صف داشت صحبت میکرد همین بهار بود دو تا کبوتر مثلا این گوشه راست بالا دم پنجره شروع کرده بود بعد دیگه همه نگاهات شروع <تصفح> دیگه <تصفح> شروع بگو هفته بزنی این کبوتر تخ گذاشت از آینده میگفت فرامو فرسو تو چه خواهد هفته خوبی بود توی پری اپیزود گفتی که چیز خانم ایرانیه رو گفتی قضیه شو حالا نمیگم که برن گوش بدن این هفته رفته بود یه فروشگاهی یه فروشگاهی فروشنده خانم ایرانی بود اول تو اولین برخوردی که با هم داشتیم خیلی مشخص بود که ما هم ما ایرانیم ایرانیم همیشون و سلام علیکم انگلیسی بود بود خارجی بود این فروشگاه مزم آره. نه فروشگاه بعد ایشون گفت که سلام علیکم انگلیسی بود و اینا بعد که فهمید گفت فارسی گفت فارسی سلام علیکم بعد تا آخر اون وقتی که ما اونجا بودیم سوال جواب میپرسیدیم اصرار زیادی داشت که انگلیسی صحبت کنه انگلیسی هم حالا سخت یعنی میزه من گفتم چرا خود شو تمرین داشتم میکرد قضاوت با خیلی راحت تر میشد میدونی آخه اینجا جالبش اینه مثلا بانک اینا که میری بهت یه دونه مثلا برچسب میدن که مثلا من این زبان ها رو صحبت میکنم اگر که راحتید مثلا من خودم راحت جدیه دیگه کار جدی مثلا تو یه امضا اشتباه بزنی ممکنه بدبخشی برای همین اونجا واجبه و من, من یه لحظه بگم شاید قانون کمپانیه که مثلا انگلیسی ولی آخه بازم با عقل جور در نمیاد که حالا کمپانی انگلیسی آره انیوی anyway. ای جالب منم یه رستوران رفتم این هفته اون خانم ویترس که اومدن حالا با اینکه ماسک و اینا ولی گفتیش که شما مثلا ایرانی گفتیم آره ولی این انگلیسی هنوز حرف زد <تص> خیلی انگلیسی شما اینجا بزرگ شده بعد آخرش ولی یه ذره مثلا فارسی اینا صحبت کرد آره اون اوکی بود ولی این که یه بود یه <applause> 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 دفعه <آدم تصفيق> نیاز نیست فکر کنم بست چیزی بودیم بعد من سلام فارسی کردم شو انگلیسی جواب داد و یه آقایی بود بعد ما شروع کردیم صحبت کردن و اینا من میخواستم یه یکی از فامیلون اومده بود اینجا میخواستم دوربینی چیزی بخرن و اینا من دیگه شروع کردم از این سوال پرسیدن خب وسطش خودش فارسی دیگه جواب داد یعنی دیگه گفتش که داش کن تو رو قرآن تو دیگه خیلی دیگه داری سوال می‌پرسی ول آره اتفاق زیاد میافته من حالا دوست دارم که اگر که طرف هم بیشتر فارسی صحبت کنم خیلی جواد نمیشه یعنی خودم از جواد اصلا انگلیسی میاد بدون این... بدون اینکه بخوای ولی خب چه یه لبخنده داری نه اون تا اون زیر سناند. از اونجایی که میدونیم کارو میتونه لبخند خودش رو داره و بخوره هیچ وقت داره و بخوره خیلی خوب بریم سر اپیزودمون و چی می‌خوای صحبت آها تصور کن شب جمعه است <تصفح> <تصفح> خب کار تمام شده اینجا جمعه کار میکنیم کار تمام بزنس از لحاظ فکری و بدنی و اینا یه هفته جون کندی با خلق الله سر کله زدی اومدی رش کردی افتادی لاله هاف مثلا یه چایی هم داری میخوری و اینا راضی کلا اشغال افتادی کلا از اون حادتی که داری شل. اوکی با شل کردی آره تلفن لامذهب یا چی دینگ اخ. میزنه میگه چی یه دونه عکس میاد رفیقت با بقیه رفیقات حرومی گرفتن دستشونو قلوب قلب قلب دارن میرن بالا جمع شدن دور هم بعد یه اینطوری میزنی میرید عکس بعدی میبینی اون یکی رفیق دست زیدیاری گرفته این دست این عکسا که <تصفيق> <تصفيق> طرف مثلا دختر جلو, جلو, هست دست تو اینطوریه بعد بر... آره ب... ویو میگیرن آره پوینت ویو <applause> میگیرن بعد اون بلری دست هست که بیشتر مثلا تو فوکس <applause> و اینا حال میتونه باشه آره بعد من درست <مان تزاملا> امروز عکس توی پیجم هم گوشته بودم از چیز از خون یه رو برم <مان> دل کامنتی میبینی یکی هم از اون اکس ها گذاشته و اینا مثلا ده... میخوام برن قضا و زن و اینا چند تا اکس دیگه میبینی ویدیو اینا که همه دارن اشغال میکنن و فقط تو شل ریلکس کردی و اون حالت ریلکس و شل کردن تیو تبدیل میشه به یه استرس میاد سراغت که بابا این از زندگیمو دارم هدر میدم و ازش لذت نمیبرم و هیچ کاری نمیکنم و اینا با اینکه سی دقیقه پیش داشتی اشغال میکردی یا یعنی بهترین خودت بودی سی دقیقه پیش قبل از اینکه این عکسا این رو ببینی به این حالت که استرس و نارضایتی میاد سراغت من اینجا اشتباه نوشتم نوشتم موفو ولی میشه فومو <تص> نمی گفتی تو من گفتم بگه آنست داشتی دیگه نزدیکه ساوندش نزدیکه اینو من گفتم که اگر من موقع که صحبت چیز دیگه گفتم بدین که هم منظورم فوموه یا fear of missing out یعنی مخففه برای fear of missing out یا ترس از از دست دادن جاموندن یعنی جاموندن داره شاید براتون جالب باشه که این حالت جدید نیست کلی داستان اینا هست از پادشاهای گذشته که وقتی از کشورشون سفر میکردن روزانه کبوتر میفرستادن تا از اخبار کشور و دربار حتی از مثلا از اسکندلا و گاسیپ های مثلا کوچه بازار هم خبردارشون بکنن به خاطر اینکه میترسیدن که مثلا یه سری اخبار جا بمونن میخواستن که در جریان امور تو دستشون باشه آره ولی خب حالا الان در حال حاضر به خاطر فضای مجازی که وجود داره این پیده خیلی بیشتر شده و در دهه های گذشته مطالعات و تحقیقات زیادی هم روش داره انجام میشه به طور کلی فومو به اون حالت استراب یا حتی انگیزه میگن که به سراغ آدم میاد وقتی که ما یه چیز رو میبینیم یه خبری رو میبینیم یه عکسی رو میبینیم و از میخوایم در واقع عضوی از اون فضا باشیم عضوی از اون خاطره باشیم عضوی از اون گروه باشیم و اگر که این اتفاق مثلا نیفته خیلی احساس نگرانی و استرس و استراب میکنیم و حتی بعضی جاها اینقدر شدید میشه که ما حاضر میشیم کاری که اون لحظه داریم انجام میدیم رو کنار بذاریم برای اینکه بتونیم قسمتی از اون اتفاقی که داریم یفته باشیم مثال براتون بزنم خیلی عجیبه شاید واقعا کنید که مثلا این مثالا رو از خودم در میارم به خاطر اینکه اپیزودا جذاب بشه ولی واقعا اینطور نیست دیروز از سر کار اومده بودم لش کرده بودم رو تخت ببین اصلا ببین تو پتو واقعا تو پتو یعنی دیگه چشام داشت میرفت دیگه اینطور بودم که <applause> خب خوابه رو بزنم و پاشم اپیزود در بیارم <applause> گوشیم گفت دینگ گوشی رو برداشتم دیدم کوروشه کوروش نه. فیلم گرفته بود که آره مثلا بسوزی من اومدم اینجا کنار آب مثلا دارم راه میرم و گفتش که اگر همین الان بیای 100 دلار میدم بهت <applause> همون لحظه بلند شدم لباسو رو پوشیدم دوباره که رفتیم یعنی همون لحظه یعنی خیلی از جام راضی بودم قشنگ گفتم که قشنگ بر خودم ساعت گشته بودم و اینا که الان میخوام بلند میشم مثلا میرم اپیزود در میارم و بعدم میرم استریم 100 دلار خیلی 100 دلار کمک کرد خیلی خیلی کمک کرد اون چه چیزه آره اون شناخته من ها میدونه چجوری با هم میگیده علامه برون استفاده درست داره میکنه از منابه آره آره خلاصه من کشید بیرون و مثلا یه ساعت و نیم و اینا دوره هم بودیم گرفتی ام... چیه؟ صد دلار رو داد یعنی؟ هنوز نداده ولی خب میده میگیرم از نگه نباش بعد حالا دیگه دیگم که از این پیده شناساییش اونقدر ساده نیست چون اولویات متفاوته مثلا اگر کوروش چه میدونم عکس از خوندن شکسپیر برای من میفرستاد شاید من اونقدر جذب نمیشدم که برم ولی خب وقتی گفت هوا افتابیه مثلا اینجا اینقدر منظره خوبه 100 دلارم میدم دیگه اون موقع بود که دیگه 100 درصد بعد جام بلند شدم دیگه ولی خب بین اکثر کیس های فومویی که وجود داره اون حس ترد شدن اجتماعی یا سوشال اکسکلوژنه یه فاکتور خیلی در واقع کامن داره که بین همشون مشترکه و اونم ترد شدن اجتماعی تو فکر میکنی که از اطرافیانت از جامعه از کسایی که دور و برتن ترد شدی جزوی از اونها نیستی <applause> در این مورد هم تحقیق زیاد شده یه تحقیق کرده بودن هفت سال پیش که یه سری دانشجو ازشون خواسته بودن که جورنال در بیارن بنویسن که سرچ هیستوریشون حالا براوزینگ سوشال میدیاشون چه جوریه فاز مجازی چه چیزایی سرچ میکنن چه می میبینن چقدر طول میکشه چه هایی دارن موقعی که اتفاق میفته و آخر سیمستر که آخر ترم که اینا رو ازشون گرفته بودن این دیتا ها رو تونستن بررسی کنن فهمیدن که حالت این فومو بیشتر وقتی آدم ها در حال انجام دادن کار یا هومورک بودن به سراغشون اومده <applause> یا در آخر روز موقع عصر مثلا و مثلا شب و اینا و یا در آخر هفته دقیقا موقعی که بین دوستاشون نیستن مشغول یه کار دیگه اگر که مثلا مشغول میت... کار غیر جذاب غیر اجتماعی که <وه>. <مازح Linda> آخر ترما تو مثلا بازی هم با... <التصفيق> و... <جوان> بازی هم بکنی میگیری یا میتونی بگی آره یعنی مثلا آم. آم. اگه یه نفر برات چم عکس بفرسته که دارن باربیکیو میزنن جوجی با عرق و یا مثلا اینطوری که خب من نشستم اینجا تنها دارم بازی میکنم حالا مثلا با دو نفر دیگه ولی مثلا پنج دارن عشق حال دنیا رو میکنن من نشستم اینجا وان شات دارم <applause> چرت پرت میگم بعد یه حالت عجیبی دیگه از فومو اینه که ما برای اتفاقی که نیفتاده قبطه میخوریم که به این فرم به این فرم فومو که حالا بذار اول توضیح بدم قبلی اینطوری بود که تو داری یه کاری انجام میدی یه عکسی از اتفاقی که افتاده یا داره میفته میبینی و اینطوری که میگی که خب من اون لحظه را از دست دادم پس مثلا ناراحت میشم یا قبطه میخورم ولی یه, مد... یه, مدلش هست که در آینده کاری که از اتفاق نیفتاده ازش خبته میخوری افکت... که بهش میگن effective forecasting یعنی اه، حالتی که در واقع این فومای تو ما یه حالتی رو به وجود میاره که سعی میکنیم پیش بینی کنیم حال ما چه جوری خواهد بود برای اتفاقی که هنوز نیفتاده و مثلا خریدن ماشین لاکچری خب مثلا من میگم که اگر که من ماشین لاکچری رو بخرم دیگه خوشحال آدم دنیام دیگه چی میخوام خفن مثلا رینگای فلان و اینا ولی این یواش یواش از بین میره اون خوشحالیه یعنی تو اون موقع فکر میکنی که خیلی خوشحال خواهی بود ولی واقعا تو طولانی مدت همچین اتفاقی نمیافته اون چرا باید میگن فومو؟ حالا نگتیفش هم وجود داره دیگه که مثلا تو میگی اگه من فلان کنسرت رو نرم خیلی ناراحت خواهم بود یا اگه فلان چیز رو نخرم خیلی بد میشه مثلا چه میدونم عقب میفتم اگه الان همه رفیقام هم دارن خونه میخرن من نخرم خیلی عقب میفتم زندگی آره من یه مثال زدم که شاید خیلی آمون مثلا بهش فکر کرده بودیم قبلا خب آره آره که میگه اگه مثلا من رمه رفیقام الان چه میدونم خونه خریدن من اگر که این کارو نکنم خیلی عقب میفتم تو زندگی حالا قبلا هم کارون در مورد عقب افتادن و اینا صحبت کردی که اصلا مسابقه نیست که بخوای عقب بیفتی یا مثلا جلو بزنی زرفا همونطور که میشه حد زد اصلا این پدیده بسیار زیادتر شده با حضور تلفن های همراه عزیزمون و این تقیقا بین 467 دانش آموز دوره دبیرستان انجام دادن و این دانش آموز ها هرچی بیشتر تلفن همراه استفاده میکنن بیشتر استرس این رو دارن که باید اویلیبل باشن <applause> یعنی هرچی بیشتر تلفن تو استفاده میکنی بیشتر به این فکر میکنی که من در تمام روز باید اگر که یکی به من نیاز داره من همون لحظه باید available باشم مثلا چه هم دیگه من شده تو همامم هم تلفن هم میبرم که اگه یکی زنگ زد مثلا بتونم اون لحظه جواب بدم و هرچی مثلا تعداد نوتیفات تحقیق کردن هرچی تعداد نوتیفیکیشن ها بالاتر میره میزان استرس و حالت فومو هم بالاتر میره باش و همون تحقیق نشون داده که هرچی حالت فومو بیشتر میشه اعتماد به نفس پایین تر میاد کمبود خواب پرفورمنس توی تخت حالا پرفورمنس توی تخت رو دوما نگفته بودم همیشه تحقیق آره هر دیگه یه تو سرمونم میزن آره سرش آره و اعتماد به نفس پایین تر میاد و کمبود خواب هم بیشتر میشه حالا ما اینا رو گفتیم اینقدر زدیم تو سر این تلفن‌های همراه ولی خب فضای مجازی و تلفن همراه و تمام این حال تکنولوژی که وجود داره یک کاتالیزوره یعنی دلیل اصلیش نیست هفت دو هفته پیش هم توضیح دادیم در این مورد که میتونه دلیل های مختلفی وجود داشته باشه برای حواس پرتی ما برای اینکه ما حالا درگیر تلفن های همراه میشیم یا حالا اعتیاد بهشون پیدا میکنیم و این حالت که فکر میکنیم از جمع دوستامون ترد شدیم شاید به خاطر در واقع اثر تلفن همراه باشه ولی دلیل اصلیش نیست اینا همش از نیاز به دوست داشتن میاد انسان نیاز داره که دوست داشته بشه دو نیاز باشه. داره که بهش نیاز داشته باشن آدم ها نیاز داریم که اهمیت داشته باشیم و نیاز داریم که یه جورایی دوستمون داشته باشن با اینکه زندگی های حالا الان شلوغی داریم شاید خیلی کمتر اتفاق بیفته که شاید بتونیم اینو ابراز کنیم یا درکش کنیم که واقعا چقدر مهم هستین حالا حالتی که توی آدم وجود داره و شاید حالا این کوویده یه ذره داره نشون میده که چقدر اهمیت داره یعنی ما قبلا اینطوری بود که تلفن همراهمون رو همطوری استفاده می کردیم شاید هفته یه بارم دور هم دیگه جمع می شدیم اون فشار اصلیه رو احساسش نمی کردیم الان که حالا از همدیگه دورتریم شاید مصرف تلفن همراه اون رفته بالا ولی ای سوشال اینتراکشن اون همون همونطوری اومده تر و این گپی که بین این دوتا وجود در واقع به وجود اومده خیلی داره اثر میذاره روی کیفیت زندگی آدم ها بعضی از شنوانده های ما هم دوست دارن که ما همش راه حل پیشنهاد بدیم یعنی میگن که مثلا چرا جنبندی نشد و مثلا چرا به نتیجه نرسیدیم قبلا هم گفتیم چندین بار که حالا به دلایلی هم که توی همین اپیزود گفتیم و تنوع حالی و احساسی که حالا وجود داره بین انسان ها و حالا همین حالت فومایی که وجود داره گفتم آدمان نسبت به تجارب خودشون این فومو رو احساس میکنند و باهاش دست و پنجه نرم میکنند راه حل خاصی وجود نداره شاید بیشترین کمکی که میتونیم بکنیم اینه که بفهمیمش و شاید باید از یه متخصص کمک بگیریم یعنی شاید ماها درمانگر فومو نباشیم و مثلا من به قول چندتا میام چند تا راه حل پیشنهاد بدم به درد کسی نخوره شاید انقدر عمیق تر باشه که واقعا باید یه متخصص نمیدش نظر بده ولی خیلی جاها همونطوری که فرادم چند دو, دو هفته پیش گفت اینکه بفهمیم که یه مشکلی وجود داره خیلی وقتا میتونه کمک بکنه یعنی من دیروز که اتفاق افتاد قبل از این بود که من در مورد این فومو بخونم ببینم که چه جوریه و چه وجود داره قبل از اینکه اتفاق با کوروش بیفته من نمیدونستم که چی شد درکش هم نکردم گفتم خب مثلا رفیقم زد حال کردم برم دیگه ولی بعدش که نشستم در خوندم حالتش خوندم دیدم که چقدر شبیه نسبت به اون در واقع کیسی که داره اینجا ارائه میده ما فهمیدم که خب من یه همچین چیزی هم یه همچین حالا اسمش رو بزنی مشکلی همچین کاندیشن یعنی هم وجود داری که باید بهش آگاه باشم که ممکن اتفاق بیفته حالا من بر اساس حرفی که زلی برداشت من این بود این شرایطیه که طبیعیه یعنی شما نمیتونی مقابله کنی با بروز این حس میتونی شدت و فرکانس اتفاقش رو کم کنی یعنی اینکه حالا اینکه تو نیاز داری که توی جمع باشی نیاز داری که حالا دوست داشت، کسی رو دوست داشته باشی و دوست داشته بشی این دیگه دست تو نیستش و این حالا این شرایطی که میگی در واقع از اون برمیاد ولی حالا اینکه سوشال مدیا تو کم کنی یا هر چیزی اینا میتونه راهکارش باشه که کمتر اون حسه تو سر بزنه و ببین آره ولی خب بعضی موقع مثلا وقتی که چه میدونم فکر کن داری واقعا یه کار مهم انجام میدی داری وسط کارتی و یه همچین عکسی میاد سمتت باید بتونی کنی اگه بفهمی که آقا این مثلا شاید واقعا الان هلتی نیست انقدر الان سالم نیست که من بخوام کار اصلیمو ول کنم برم اشغال برم جوج بزنم با عرق آگاه باشی به این... آره به این رفتا. اتفاقی که داره میفته اگر که آگاه باشی موقعی که واقعا مثلا من دیروز کاری نداشتم ولی اگه مثلا کاری میداشتم و میرفتم اون کار انجام میدادم موقع میفهمیدم که این مشکلی وجود داره و من باید سعی کنم که حالا باهاش مقابله بکنم ولی خب اون مشکل من فکر نمی کنم حالا فومو باشه حالا این فومو هم هم میگیم تو ایران خیلی رایج نبود این لفظ ولی اینجا خیلی, خیلی خیلی, جدیده آره میگم از مثلا اینو فکر کنم سوشال مدیا بیشتر به وجود آورده اون که حالا کسی که داره کار جدی میکنه اگه یکی بهش بگه پاشو بیاد پامیش میره اون دیگه به اولویت ها اینا داره برمیگرده تا اینکه حالا این فومو یا هر لفظی که هست رو دوچاره شده باشه یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که بروز این حس طبیعیه برای هممون این اتفاق میفته مثالش هم دقیقا همون چیزی که ایمان گفته داری یه کار میکنی یا مثلا عکس چند نفر دیگر رو میبینی در حال اشغال اینا بروزش قطعا طبیعیه اینکه حالا روش بخوای یه کاری رو انجام بدی یعنی تصمیم گیری رو بذاری بر مبنای حالا اون احساسه اونه که دیگه از شما من جالبن. چیز نگرفتم آیا مس... مثالی داشتی؟ من مثال زیاد دارم بگو یکیشو برامون بگو من موقعی که در واقع قسمت رو گفتم خیلی فلوید شد که بتونم برم سمت بعدش ولی خب حالا اگر که شما مثالی هم دارین اینجا شما بزنید خب وقتی که دسامبر و ژانویه میشه حالا قبل آه. کرونا اصولا این بود که همه میرفتن سمت جنوب حالا یا میرفتن مکزیک <تصفح> <تصفح> یا <تصفح> <تصفح> یا مثلا جزایر کارایی و اینا بعد امتحانات ما هم تو دانشگاه آره کنکون شرق مکزیک میشه کنش بعد امتحان ما هم اینجوری بود که همیشه تو آخرین روز دوره امتحان رو برگزار میشه یعنی من بیشترین ترما اینطوری بود که مثلا دکمه دانشگاه میزدیم میمیدیم خونه بعد مثلا وسطش میدیدیم که آدم از جیب من افتاد اون که گذاشت لایمه بود چرا اینجا بود نه خب از جیب من افتاد شما بچه اینجا از حالا این 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 تا. ای ای شاید آدم تومانی بود من, من توضیح آه. بدم در حرفی که زدی اینطوری که مثلا برای فصل امتحان های بازه میدن مثلا میگن از ده دسامبر تا 20 دسامبر بازه امتحان هاست همه جا همینه آره ولی فرا چیزی که میگه اینه که آخرین امتحان ما معمولا میفته بیستوم من شده بود که تو سه روز اول امتحان رو میدادم تمام میکردم مثلا هفت روزم اضافه بر اون هالیدی که بود هالیدی داشتم ولی خب الله حفظ آره بابا مثلا ما داشتیم با این امتحان دست و پنجه می‌کردیم خیلی از بچهای هم هم دانشگاهمون و که دانشگاهای دیگه بودن اینا بلیط ها رو گرفته بودن و تو هواپیما و تو مسیر رفت و وسط اون ریزورتی که بودن و جوج و, جوج درینک و اینا با, با خشوار بودیم یادش بخه این اینستاگرام باز میکردیم استوری ها رو میدیدیم فوش به خودمون به اونا و این بعد با هم میرفتیم مثلا شیمی میخوندیم بایو مکانیک میخوندی اینو میخوندی اونو میخوندی شما الان کجای اون آدم ها الان اونا هنو اکسی کرده اونا در اشغال زیاده ما در اینجا این آره. لای چهارت سیبیل نشسته اون در جوجی بیزنه با عرقس ما اکسی که من رو جای چهارت سیبیل خیالای میلیونی شده دارم میکنه خیالشون راحت خیلی عذیت میکرد و واقعا تاثیر میذاشت و پرفورمنس ما ما نصف روزمون میرفت که ببین ما داریم عرق میریزیم بدبخت آیا حالا پاس بشیم نشیم فالا اینا تو چی تو چیزی داشتی؟ من هم میگه ایمان که صحبت کرد <تصفح> یاد آمد قبل <تصفح> <تصفح> قبل اینکه ایمان یعنی <تصفح> <تصفح> يعني... نه آقا بزو بگم دیشب گفت میخوام این اپیزود رو برم من خیلی چیز شدم چون داشتم فکر میکردم که من این تاپیک رو روشی اپیزود برم و اینا ولی خب بسیار عالی بعد خودم وقتی فکر میکردم که من این زود برم اینطوری بودم که نه من اصلا زیاد این رفتار فومو رو ندارم و تو وقتی که کمی هم در موردش خونده بودم یه مقابلش رو نوشته بود جومو, جومو یعنی جوی آف میسینگ اوت فکر که من خیلی اونوری و عالی بعد کمی که بیشتر فکر کردم یه مثال همین دانشگاه مربوط به دانشگاه افتاد اگه یادتون باشه یه چند تا تابسون ونکوور خیلی هوا بد میشد به خاطر آتیسوزی های اطراف و مثلا اصلا تاریک میشد بعد من خودم حالا قبل این داستان همیشه ترمای تابسون رو خیلی دوست داشتم برای دانشگاه به اینکه کلن خلوتتر بود و محل دانشگاه ما هم یه جوری بود که مثلا طبیعتش و اینا دیگه بهترین حالتش بود. دیگه تو خیلی دوست داشتم همیشه اصلا تابسون چار پنج تا کلاس بگیرم خیلی اینطوری نیست بعد اون تابستونایی که هوا بد میشد بیرون و منم خود تو دانشگاه بودم دو تا تابستون بود فکر میکنم من خیلی خوشحال بودم فقط برای اینکه میدونستم که بقیه شاید دوستام که درس و اینا نگرفتن اونا هم نمیتونن حال کنن بعد تو خونه باشن و بود دود داره میاد و اینا و من عجیب نمره های خوبی میگرفتم اون ترم ترکوندم بچه های ما همشون مریضن یعنی همه به یک مدل مریضه ما بقیه زمین بخورن. نه اینو که فکر کردم نه من جامعه نیستم فاما این حالا اینو گفتی خیلی باله اوایل کرونا که گفتن همه خونه بمونن و هیچکی هیچ جا نمیرفت هیچ کاری من این جمله رو شنیدم مثلا از چند نفر میگفتن دیگه الان من راحت هم چون میدونم زندگی بقیه خیلی یواش داره پیش پیشرفت نمیکنه هیچ کاری نمیکنه منم هم در همون قطار لذت میبرم از این آره. از این سکون آره. تو اون سناریو واسه من خوب بود دیگه یواش بخیر مدتی که خب معمولا ایمان تا به سونا اون یکی رفیقمون میرفت میرفت ایران یه مدت این کل خونش دست ما بود و خب اون بود که ما قلین زیاد میکشیدیم و اینا اون پادکست آره اون تنها سالی بودی قلین کشتن حال نداد چون احساس میکردم دود بیرون از دود تو خونه خیلی بیشتره احساس هم من میرفتم بیرون بهتر بخوری میشدم تا تو خونه خیلی عجیب بود تو چی کارون تو اصلا احساس کردی این رو وی خودت یا نه آره دیشب که گفتی اسم موضوع تو من اول فکرم رفت سر فومای دیگه ای که ممکنه به آدم دست بده سر چون مثلا یکی یه نام رشته ورزشی رو داره دنبال میکنه تو نمیکنی یکی شما سریالی رو دنبال میکنه تو نمیکنی یکی بله یکی اینقدر گفتی تا ما هم درگیر کردی یکی سبک زندگی هی میرم میبینم دو تا دیوایس آنه هی میرم میبینم دو تا دیوایس تو من اولش اینو پرسی من که خودم من اون حالت رو ندارم یعنی اینکه ببینم یکی داره یه کاری میکنه من نمیکنم معمولا اوکی ولی این که امروز گفتی که مثلا عکس یکی رو ببینی رفته اشق و حالا اینا ام. چرا خب اونم بالاخره زیاد دست میده با آدم ولی خوشبختانه دوستای ما هم اونجوری اشق و حالی نیستن نمیدونم شما حالا کیا رو فالو میکنید خیلی تو عشق و اینا نیستن یا حداقل اونایی که من میبینمشون عکس و اینا مطمئنم عکس از قدیمه مطمئن نه نه یه آه یه چیزی هم خواستم بگم ببینی ماسک هست. مثلا اون شانتاشیری که فرستادی 100 درصد از قدیم اون نمیتونه از جدید نه نه مال الانه میدونم نمیخوای شانتا. باور کنی ولی نمیتونم باور کنم که تو کلاپ شانتاشید روی آب روی آب مردم رفته بودن پارتی میرقصیدن اندیکورس کوروس مشتی گوش میدادن من یه چیزی هم بگم من بگیدیم. حالا به واسطه است یه ذره روابطی که من با آدم‌های گوناگون داشتم بیشتر شد طبیعی هست حالت معمول اینه که خب شما بالاخره یه سری آدم محدودی رو میشناسی اونا هم به نسبت شدی دیگه نه نه به نسبت شبیه تو یعنی مثلا حالا یا تو محیط دانشگاه یا تو محیط کار اینا خود کس باعث شد حالا یه ذره ما از این کانفرت بیرون بیایم آدمای گوناگون تری بشناسیم و معمولا سوشال مدیا این آدما هم که ببینی همیشه پررنگ و لعابه لعاب زرق و برق زیادی داره و ناخداگاه همین حسی که ایمان گفت قطعا به آدم میتونه دست بده ولی بیشتر که بشناسی آدما رو تو هر سطحی که باشن هر کاری که بکنن هر چقدر که رنگ و لعاب داشته باشه سوشال میدیاشون متوجه میشی که زندگی هر کسی چالش و سختی خودش رو داره تمام اون آدما با یه سری چیزایی درگیرن که تو تو لحظه دیدن اون عکس ازش بیخبری صد درصد یعنی تو به صورت حالا این جمله دیگه کلیشه‌ای شد. شده ما بارها گفتیم ولی ما به صورت ناخودآگاه میایم ظاهر زندگی بقیه میای با باطن خودت مقایسه میکنی یعنی آه. اون خوشی اون لحظه فکر کن اونا دیگه همیشه تو خوشی و هیچ کدوم اون بدبختی که تو دایره ندارن ولی این قضیه باعث شد که من همه بدبختی خودشونو دارن و حالا اون لحظه داره اشغال میکنه عکسش گذاشته ولی اون هم بالاخره چالش های خودشو داره مثل تو مثل هر کسی دیگه بله صد درصد خوشبال اون کسی که خر نداره خر این, این صدایی که س... هل بگو خب صدا رو بگو تا زنده تره تو نه میخوایی بگی بگو من اه... خب برم سر جالب آه سر جالب فومای سریال رو من خیلی گیره یعنی میبینم دو نفر نزدیک دارن الا همین مثلا سوپرانوز همین بود دیگه کارون می دیده بود تمام شده بود هی هم به من میگفت حالا خیلی دیر من یک سال پیش شروع کردم به آره گفتم ولی... یعنی هم نداشت رو تو. نه نه تعدادتون که داشت. زیاد شد رو من تاثیر داشت دیگه داشت. دیگه اذیت آقا بابا ما دید. می اومدیم همین و ما حرف زدیم دیگه بعد مثلا گفتم. سه چهار هفته آره اصلا یه جوری اینطوری بودین که خب این که چی کاره سگ ماست اما اول گفتم تو هم ببین که بدونی ما داریم میدونم ولی اولویت هم یا <سؤال> اصلا برکینگ بد و واکینگ دد که اومده بود همه تو های شمد یه نکته در مورد واکینگ دد هنوز <سؤال> هنوز داره پخش میشه چون دوست میشن با هم تو دیدی چند تا زامبیه باشه؟ آقا نه سال داری زامبی میخوشی آقا نمیتونی آقا اگه باشه سیزن سه اینا رفتن توی لب داشتن به نتیجه میرسیدن یعنی قرار کی رو پیدا کنن بابا کیو رو بیخیال بالده. شو اینا دیگه هر دفعه <applause> یه آخر سیزن همیشه این تیروز که یه تعداد زیادی زامبی میکشتن بابا دل بکنید دیگه خیلی دیگه آب توش بستن من بس تا اونجایی دیدم که دیگه. کی بود؟ بگو بو با مهم نیست یا روی که م... زیکیه. چو... زیکیه. خیلی اذیتم بچه بزرگ شد الان بالغ شده دو هفته دیگه عروسی بچه ری پسره آره نه سال آره خیلی بله حالا من یه نکته دیگه در مورد اپیزود بگم که اشاره شد که یه چیز نوعیه منم فکر کنم از یه جهت دیگه این داستان های ارز دیجیتال و مثلا همون خود استاک مارکت و اینا هم خیلی دخیل بوده تو این داستان چون من خودم شخصا دو سه سال پیش که یه دونه موج داشت بیت کوین و اینا دقیقا آره بعدش که یه سری گروه تلگرام اینا داشتیم خیلی اون حس رو داشتم که همگی داشتیم واقعا چرا ما بیت کوین الان واردش نشیم چرا ما بیت کوین نداریم چیز نداریم اینا این رو بزال. بزال الان بحث شده که بعد الان بکنیم چی فعلا بحثش الان هیچ بحثش نکنی بز من این پاور بزنم زیر بز الان داغ دلم تازه کنم و کارو میگه که الان هنوز رو صفری من نمیدونم من خیلی وقت فروخته بودم تازه من گفتم تو برنامه هم گفتم اونو فقط تو داری تو این تو یونیکورن ما ایمان تو دست تو بزن هم میگی <applause> نمیشه باعت... فروختش 20 30 بیا تو حساب ما چرا میشه بفروشیش بده اگه کسی بشه بخره میتونی تو بایننس دیگه میتونی برا برا برای فراد یک هزارم برس... داج کوین بخری <تصفح> <تصفح> داج کوین نمیذاره تو چیز چرا اون موقع اونا خریدین ایتریوم می خریدین ایشون گفتن گفتن این چه میدونم با این اپیزوزده مجازی اپیزوزده و چه ای اینا در آی یا اینا داره کار میکنه و این فلان و تو فلان فرم و مجله که آدم بعد براش ماهی دو دلار بدن اومده و لیک کرده و اینا بخرید و من خریدم مبل اونجا بود وایسا وایسا ما از اسکی برگشتی مبل اونجا بود به ولای این مبل اونجا بود. بود. بود رو همون مبل نشستم پشتش بودم خب این رفت بالا این قیمت این چیزی که با خرید بودیم رفت بالا من بریک ایون شدم گفتم بفروش گفت صبر کن میتونه صبر بفروش بابا ولکام بی ما این کار رو نه این داره دیگه میره بالا بس 30 درصد نگیرش این تا 18 درصد رفتیم بالا سقوطی کردم من که دیگه سقوطی کردم که روز روز وای چهره ایمان باید میرفت بالا چون قبلش هم لایت کوین داشت اونا تو ضرر بودن این عجیب داشت میرفت بالا یادمه. رفرش میکردی میرفت بالا آره. مثل گلای پرسپولیس امروز بود ایما عشق کرده بود این همجور میرفت بالا ای که میگن الان اضافه کرده موقع اینجوری بود که دیگه پول با گفتم دا. بفروش یادمه این قشنگ این صحنه رو همیشه تا آخر عمر یادمه ولی به کلی قاعده اینه شما اینه. یاد حرفه‌ای اون کاری یعنی مرتب داری استاک مارکت و حالا کریپتو ارز ای دیجیتال اینا رو یا داری دنبال میکنی که خب از اطلاعات خبر داری اگه نمی کنید من تئوری مینه اون لحظه که خبر به تو رسیده دیگه, دیله. دیگه دیره دیگه اگه دیر نبود به تو خبر نمی مثلا برای من دیروز ایمیل اومده که از بایننس که آقا داج کوین آل تایم هایش رو هیت کرد یعنی بالاترین قیمت که تا بوده چند وقت قبلش اومد برای بیت کوین و مثلا فرهاد ده دقیقه بعد اون ایمیل به ما تکست داده که بخریم فرهاد جان دیره اون موقع این تیکه از صحبت رو داشته باشه تو پری اپیزود سیز اپیزود بعدی راجبش اکستنسیولی میخوام صحبت کنم <تصحكت> این نص... این رو داشته باشه اینو بگیریدش فعلا ای بیریم آره، ای بگیری. <تصحكت> بعد دیدی با این میگه حواستون هم باشه ترید بیت <تصحكت> کوین <تصحكت> جالب بگم <تصحكت> بفرمایید حرفی داری بزن آگه نه بذار جنگ وقتی که اینا اومدن ما یه اپیزود من یادتون راجعه شخص دیتیل الگوریتم در بردیم و اینا خیلی امیدواری روی این قضیه زیاد بود که این دقیقا کیکوین هم داریم دیگه الان میتونیم بگیریم کیکوین <laughs> امیدواری روی این قضیه زیاد بود که این دقیقا همون چیزی که دنیا بهش نیاز داره در واقع پولی که راحت رد و بدل بشه و هیچ در واقع دولتی نتونه روش نظارت داشته باشه و این اتفاق نیفتاد هیچ وقت این اتفاق نیفتاد تمام دولت ها روی این قضیه نظارت دارن ایران که مزرعه ماینینگ بیت کوین دارن اینجا روش تکس میگیرن و این عملا شد پول و بانک دیگه چه فرقی کرد نوشته بود یه, یه در واقع یه محصول خیلی جذاب با کارای صفر اونجوری استفاده نمیشه حالا هم اخیرا ایلا ماسک و اینا یه ذره گفتن که ما بیت کوین قبول میکنیم برای خرید و فروش تسلا اینا ولی یه چیز خیلی والتیل نوسان زیاد میکنه و اونجوری بهش اعتنایی نیست اگه تو اون حالت که اوایلش بود میمون یعنی اون بزرگوار ساتوشی ناکاموتو که میخواست در واقع این ایدش این بود که یه پولی باشه که هر کسی بخواد راحت مثلا از ایران تو بفرستی برای مثلا نیجریه نمیدونم اینا که هیچ نظارتی روش نباشه نشه ترک بشه آره عالی بود ولی خب این اتفاق نیافتاده و همون آره پول معمولی شد نمیشه گفت عالی بود چون استفاده مختلفی آره از استفاده بعدا ممکن بود بشه ولی خب استفاده خوب این اتفاق براش نیافتاد آره تو داری کاری میکنی آره نه راحت باشید آره جالب بگم براتون بگید من این چند روز پیش من فکر بود احساس میکنم توی قسمتی از صحنه فستن فیوریس بودم ببین داشتم از این پشت میرفتم از سر کار داشتم من میگشتم خونه بعد من حالا طبق عادتی که من با اون که به امران یاد میدادن گفتن که همیشه آینه عقب تو خیلی بد نگاه کنی مثلا بدونی پلاک ماشین پشتی چیه <applause> سختش خون آره آره ولی مثلا این همیشه تو ذهن من بود و همیشه من آینه عقبم خیلی نگاه میکنم ببین داشتم آروم میومدم زور مثلا ساعت چهار و پنج بود هوا عالی همه آروم مثلا ترافیک و نبود ببین آینم رو نگاه کردم یهو دیدم دو تا موتور از کنار من رد ببین اینا من داشتم هشتا دا تا راحت داشت دیویستا میرفت راحت ها یعنی همون پش یکی اون از این برای یکی از اون برام یعنی من وسط بودم ایلیگان. یکی از این ور انداخت تو لاینی که مقابل داشت میواد یکم از سمت راست من سبقت گرفت رفتم آخ بعد جلو چیز بود یه دونه اگو... چرا قرمز بود و اینا پوش میشه دو... اونجا آره اینا پشت چرا قرمز واسه دو لین بود یکیشون توی این لین وایساده بود پشت چرا قرمز توی این لین من رفتم پشت سر سم چپیه وایسادم مثلا توی که رسیدیم دیگه ببین این سبز شد این دوتا هک یه جوری گاز داد به این موتوره که چرخ جلو بلند شد رفتن مثلا تا چراغ بعدی به هم جدا شدن اوه. ببین بحب. کرک و پرم ریخته بود بشید. یعنی ندیده بودم همچی صحنه ای از نزدیک که موتور هر کدومشون یه مسیر رفتن تو... ببین این که موتور مثلا اینطوری گاز داد که جفتشون تک چرخ زنان رفتن اصلا پشمای من ریخته بود. تاوال بودم تو ونکواری همچه اتفاقی بیفته خیلی عجیب بود داشتی آره حالا دارم فکر میکنم که رو کلا بذارم چون دارم سوشو شو. اون یکی دو تا خاطره دیگه هم دارم میزنم برای اپیزود بعد جالب دارم براتون چقدر خاطره زیاد شده آره زیباست یه چند تا کامنت بخونیم زهرا تو یوتیوب زیر اپیزود ایمان هفته پیش ایمان نوشته بود که به شدت منتظر اپیزود ایمان درباره رقابتمون در بدبختتر بودن هستم و امیدوارم درش درباره علت اینکه چرا الان افسرده بودن ناراحت بودن یا شکسته بودن حالا یا داشتن قلب شکسته انگار جذاب یا افتخار آمیز تره برای خود منم هم همین برای خود من هم همین انگار اینکه هرچی افسوده تر باشی یا قلب قلبت بدتر شکسته باشه با اینکه همچنان به شدت درناک دردناک اما خیلی جذاب تره و حتی به شدت اما خیلی های کلاستره. تره های کلاستره. <applause> چرا خب به نظرم در حرف بزنیم اپیزود جالبی بشه <applause> نظر منم باحال میشه سمانه گفته ایمان کودکی درونش عالیه همیشه برای ما از این تیشرت ها بپوش اصلا به خاطر پوششت پوششت میام یوتیوب <applause> ببین پوششت از دیگه هم برای ادامه <applause> 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 پوشش هم میان اونلی فنس شما <applause> یه بازی بود منو فرهاد میدونم حالا شما هم شاید میکنید اسمش رو, رو کنم بود میت تاون مدنس بله یک و دوش بود بله بعد یه اتفاقی میافتاد تو یه سری جای مپ که میرفتی یه پلی بود یا یه سری بود که باز میشد آره بیره میتونی بیره گاز از بپری حالا در فلوریدای فلوریدا عزیز <تصفح> دوستی از این پولا پیدا کردن این البته ویدیوش بله <تصفح> زود را. از این پلایی که در واقع باز میشه که زیرش كشتی رد. كشتی رد و حالا حالا نوشته که پلیس دنبال اینه و مثل اینکه چند هفته پیش هم یه موتور سوار موتور این حرکت هرده. رو زده و آه. اونو چی اونو چه شکونده موتور سوار از وسط شهادت شده چی شکونده خب یه چیز داره دیگه بعد راست که نمیره بالا میاد این شکونده خیلی اینا اینا موتور است افتاد سرده. نمیدونیم دیگه موتور افتاد زمین 100 درصد افتاد زمین آره افتاد موتور هوی هم <laughs> ولی آره من دقیقا یادم اون بازی افتادم نمیدونم شما اون بازی آره کردم آره. تاکسی تاکسی ما میرفتیم همین داش تاکسی که تا گرافیکش پایین که پول درمی با آره آره. تاکسی یادش آره. پوش ناموس می‌دادن این <laughs> چیزا اینجا توی ریچموند هم یه پول داریم اینطوری دیدی ریچموند یه آره، آره، آره،, آره،, آره آره آره, من دفعه اول که حالا توی خیلی سیدنی یه پل آبره پیاده است که اون این نمیره بالا میچرخه این یه وسطش یهو کامل میچرخه از اونجا مثلا کشتی هایی که ارتفاع زیاد دارن رد میشن بعد دوره برمیگرده خیلی باله اونم جالبه ام. اول که رفته بودیم دانشگاه کلاس های فکر کنم فیزیک و ریاضی که داشتیم مثلا سوالی و مطمئن نبود اینا خب میرفتیم سر گوگل و اون موقع یادم اولین جوابایی که میومد از یاهو انسر بود خیلی وقت من خودم زیاد ن... یعنی دیگه نرفتم تو یاهو انسر ولی یادم آخرین بار مثلا جواب ریاضی و فیزیک و اونا اونجا میتونستی ریاضی فیزیک درستم بود آره حالا بعضی موقع هم خیلی چرت و پر. بعد حالا یه خبر خوندم که قرار همین فردا شده. یا آره یا بره تو حالت رید اونلی و یک ماه دیگه هم کلا دیگه سرویسش نباشه بعد این وبسایت اومده از نظر خودش اون دهتای تای تاپ که سوالای مسخره یا حالا جوابای مسخره انتخاب کرده یا حالا چند تا بخونم اولینش اینه که آیا انسان ها میتونن روی خورشید را برن در آینده کفش تن تاکی بپوشی میشه جوابش قشنگه یارو نوشته که میتونی راه بری ولی اول یه بود بی بریف واک آره میگه آره دومیه نمیشه یه چجوری میتونی کپس رو خاموش کنی و همه حروفش هم حروف بزرگ یا رو خیلی مشکل داره میمه بیشتر سوال بعد اینه ای که آیا امنه، سیفه که موت بندازی توی سطل آشغال؟ چون شنیدن که دی این ای توی موه هست و مشکل ساز میشه شدن این هم جالب بود What if the girl thinks that I'm the dad این <laughs> سوال؟ isn't the mom isn't the mom یعنی یعنی که من مثلا یه بچه داری من با اینکه پدرم دختر فکر کنم من مادرم فکر کنه اصلا نه 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 میگه اگه اون خانومی که فکر میکنه من پدر بچم مادر بچه نباشه چی what if the girl that thinks I'm the dad isn't the mom oh wait what اون دختر که باش رابطه داری فکر, نه، فکر میکنه که نه اصلا <تص> نمیشه دیگه آخه تو که مادر باشی که دیگه there is one choice نه یعنی نه خب میتونی مادره که دیگه مادره که صد در صد همین دیگه برای همین یارو نوشته تو <تص> چند لول ترسناکه مادره که صد در مادره چون که کاریش نمیشه کرد یه سوال دیگه هم جالب بود جالب رو برام این یکیش گذنه شیش نوشته من اگه خودم بخورم

سوال دیگه اینه که لپتاپ هم سنگین تر میشه اگه فایل های بیشتری بریزم روش اینو کارون به ما روشن کن بابا این حالا این چیزه ولی یه دارم گفتیم یه عدد یه درصد قابل توجه از مردم آمریکا فکر کنم مثلا تو میگی کلاود کامپیوتینگ و اینا واقعا فکر کنم یه توی ابره ابره موسمی که میان اینا مالای آمازون هست آره خیلی هم عالی ببندیم اپیزودمونو خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم اون پادکست توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که می‌خواید ما ارتباط مستقیم داشته باشیم ما پروفایل داریم توی تلگرام برام پادکست تاکس که می‌تونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی تصویری تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ